ممنونم از لطفتون. این آقای نوری علای ما مدتی پیش یک مراسمی داشتن، جلساتی داشتن در آلمان که میخوام باشون صحبت بکنم و این آقای نوری علا هر کاری که یه گرفتاریایی برای ما درست میکنه، به هر حال که ما باید به بسیاری از تلفن ها جواب بدیم مثلا اینا. اما قبل از اون اجازه بدید که نگاهی بکنیم به این فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده، یک فاجعه طبیعی که خیال میکنم که این حکومته که همیشه باید آمادگی برای این نوع وقایع داشته باشه و این افرادی که در ایران دارن حکومت میکنن خیلی جالبه و میبینم که در این مواقع همیشه نشان دادن که آنچرا که باید انجام بدن به درستی انجام نمیدن. اجازه بدید قبل از هر چیز به ویژه نقش ارتش رو در این واقعه که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، مثل اینکه تنها ارتش ملی ما بوده که آمده به کمک مردم در اونجا و این افرادی که دارن اونجا حقوق میگیرن به نام بسیج و نمیدونم و بسیاری از کارهای دیگه، این تصاویر رو که الان دارین ملاحظه میکنید تصاویر ارتشی ها هستن، تنها گروهی که آمدن بلافاصله و با مردم صحبت کردن، به داد مردم رسیدن، بیمارستان صحرایی ارتش رو اونجا بنا کردن و جراحان و پزشکان ارتش آمدن به داد مردم رسیدن. من دستهای ارتشی های عزیزمون، برادرانی که حقوق آنچنان نمیگیرن و این روزها بودجه ها بیشتر صرف سپاه و غیره و غیره میشه، احترام ویژه‌ای براشون قائلم و بهشون احترام میگذارم. اجازه بدید من اسم اضافه بکنم در ارتباط با صحبت‌های شما. من فیلمی تماشا کردم که آقای حسن روحانی رفته بودن از مناطق زلزله دیدن بکنن، در اونجا در صحبت‌هاش اشاره کرده که نیروهای بسیج، سپاه پاسداران، نیروهای انقلابی و ارتش اومدن به کمک شما که مردم فریاد می‌زدن فقط ارتش، فقط ارتش. چون می‌دونن نیروهای دیگر برای سوء استفاده و تبلیغات خودشون وارد صحنه میشن و اگرم فرصتی پیدا کنن از همین احتمال کمک‌های احتمالی می‌خوان یک بهره‌ای ببرن، در حالی که به نظر می‌اومد که در شرایطی که زلزله یک مصیبت طبیعی اتفاق افتاده قاعدتاً مردم عادی بیشتر کمک می‌کنن تا بخوان نیروهایی که اهداف سیاسی رو دنبال می‌کنن. کاملا درسته. به هر حال درود بسیار داریم به ارتش ملی ایران، ارتشی که به کمک رسیده. نظر شما در این باره چیه آقای نوری علای عزیز؟ عرض کنم که در مورد یک حادثه طبیعی وحشتناک معلوم نیست از چه نقطه نظری میشه اظهار نظر کرد. اگر که یه وضعیت عادی بود میشد گفتش که مثلا مخالفین این حکومت شروع میکنن استفاده کردن از این وضعیت برای اینکه دشمنی خودشون رو نسبت به این حکومت بیشتر نشون بدن، ولی فکر میکنم که ما از این مراحل گذشته ایم. خود این واقعه نشان داده است که مردم هم از اینها قطع امید کرده اند و بیشتر روی خودشون و نیروهای خودشون حساب میکنن. این حکومت نشان داده است که هیچ لیاقتی در راستای ایجاد رفاه و سلامتی برای مردم ایران نداره و همه مصیبت‌های دیگری هم که ناشی از وجود این حکومت هست همین خاصیت رو دارن، به طوری که شما هر امری رو که بخواهید بیایید مورد بررسی قرار بدید، مثلا جوانان ما کار ندارن، نمیدونم اونور زلزله آمده کسی به مردم رسیدگی نمیکنه، تنها پاسخی که دیگه باقی مونده برای ما اینه که تا زمانی که این حکومت برقراره همین مصائب هم ادامه خواهد داشت و روز به روز هم بدتر خواهد شد. به نظر من همه این درس ها، چه طبیعی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، همه درس هایی است برای ما که همونطور که آقای دکتر علمداری هم گفتن همه دست به دست هم بدیم و این مانع بزرگ در راه سعادت ملت ایران رو از جلوی پایمون برداریم، اون وقت میتوان به اوضاع طبیعی و عادی جامعه برگشت و دیدش که برای این ملت مصیبت زده چه کارهایی میشود کرد.
ممنونم آقای دکتر. آیا الان داری مطلبی دیگه داری؟ بله، من در ارتباط با همون نکته قبلی اشاره بکنم. شاید دو سه هفته گذشته وقتی دونالد ترامپ یک موضع خصمانه نسبت به ایران گرفت، آقای حسن روحانی و آقای محمد جواد ظریف علیه البته صحبت‌هایی که ترامپ کرده سپاه پاسداران بود، آقای حسن روحانی و محمد جواد ظریف اومدن اعلام کردن که تمام مردم سپاهی هستند، طرفدار سپاه هستند، و آقای ظریف حتی اشاره کرد دخترها، پسرها، زنها، مردها سپاهی هستند. و این واقع نشون میده، در این وضعیت بحرانی نشون میده که اینها درست نیست. تبلیغات بی‌پایه‌ای میکنند برای اینکه برای سپاه و بسیج به خصوص که علیه مردم در هر شرایطی اقدام میکنه، مردم رو سرکوب میکنه، بخوان پایه مصنوعی ایجاد بکنن. من فکر میکنم که این نیروها، نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، در میان مردم پایه‌ای ندارن، هواداری ندارن، و اگر امکاناتی که در اختیار اینا هست و تلاش میکنن مثل رادیو، تلویزیون، مساجد، شبکه های حوزه ها و غیر ذلک در اختیارشون هست به کار نگیرن، مشخص میشه که واقعا اینها، این نیروهای حکومتی خودشون رو به مردم ایران تحمیل کردند. و نکته دیگر اینکه در ارتباط با مسئله زلزله جایی خواندم در رابطه با نقش مردم در حمایت رسانی به زلزله زده ها، مصیبت دیده ها، و اتفاقا یادآوری کرده بودن از زلزله بوئین زهرا که در اون زمان غلامرضا تختی یک تنه در خیابان های تهران را افتاد، مغازه از این مغازه به مغازه دیگر سر می کشید و مردم دخل خودشون رو خالی می کردن در کیسه که در دست او بود. من فکر می کنم هر جا مردم باشند به حمایت یکدیگر بلند خواهند شد. هر جا نیروهای دولتی چون با قصد حمایت از مردم واقعا وارد نمیشن، این واقعیتی است که ما تجربه است که ما دیدیم، مردم رضایت ندارند و مردم راضی نخواهند شد. کلا گذشته از این مسائل که بخشی از این مشکلاتی که برای مردم در اثر این سوانح طبیعی به وجود میاد به دلیل بسیارات مشکلاتی است که خود جمهوری اسلامی درست کرده، از جمله بناهای بسیارات قلابی که تحت عنوان خانه های یا ساختمان های مهر درست کرده. من یک ایمیلی داشتم از خانم شکوه میرزادگی که محبت کردم برای من فرستاده بودن، الان دیدم روی کامپیوترم که راجع به آثار باستانی که در اون منطقه ما بسیار داریم، بیستون و غیره و اینها، اعلام کردن که بسیاری از این آثار در این زلزله وحشتناکی که گفتن در بی‌نظیر بوده در دنیا با این قدرتش آسیبی ندیدن، ولی این خونه هایی که اخیراً ساختن در این زمانه ای که این همه پیشرفت شده از نظر معماری و ساختمان سازی و در همین شهری که ما زندگی میکنیم، شهر فرشتگان، این کالیفرنیای ما زلزله خیزه، یعنی لس آنجلس زلزله خیزه. و یک زلزله آمد سالهای پیش که 6 و 9 نزدیک 7 بود و ما دیدیم که آسیب بسیار مختصری، برای اینکه این خونه ها طبق اصول، یعنی با وجدان ساخته شده بود، یعنی طبق یک اصول، و در این خانه های مهر و اینها فقط پول ها رو بالا کشیدن اینها. ببینید فساد وقتی در دستگاه حکومتی باشه در همه جا رسوخ پیدا میکنه. خیلی از این خانه ها هم الان مشخص شده که پیمانکاران به دلیل در ارتباطاتی که با مقامات داشتن برخی رشوه گرفتن که کانترکت ها رو گرفتن، قرارداد ها رو گرفتن، و برخی هم اصول رو، کدهای ساختمانی رو رعایت نکردن. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ساختمان های قدیمی تر و کهنه تر خراب نشده و این ساختمان هایی که جدیدن ساخته شده خراب شده. این به این معناست که کدهایی که باید در ساختمان سازی به کار برده بشه رعایت نشده، و این به معنای این است که یا شهرداری رعایت نکرده یا پیمانکارا یا دستهایی در بین این دو نهاد وجود داشته که در حال مصیبت اون رو، خسارت اون رو مردم دیدن. حالا گذشته از این میدونیم که بخشی از این خانه های به اصطلاح مهر در جاهای مختلف نیمه کاره مونده، مردم پولشون رو پرداخت کردن و اونها رو تمام نکردن، و بخشی هم تموم شده، مردم جرئت نمی کنن برن توش زندگی بکنن. و این اتفاقا نمونه خوبی است که چرا مردم حاضر نیستن برن در اون خانه ها زندگی کنن. بعد در یک بیمارستانی که اخیراً ساخته بودند
سر پل ذهاب تمام بیمارستان خراب شده و بیماران و دکترایی که در اونجا بودن. این آقای روحانی برای اینکه رقابت هم هست این روزها بین احمدی نژاد و روحانی، در یک جا گفته بود که خونه هایی رو که مردم خودشون ساختن آسیب ندیده، خونه هایی که دولت قبلی ساخته آسیب دیده و رقابت خودشون رو در این مرحله میگن. یک فیلم ویدیوی بسیار کوتاهی بود که داشتیم که یک نفر در اتومبیلش گرفته که ماشین های ضد شورش دارن میرن به طرف محل هایی که این واقعه اتفاق افتاده، خیلی جالبه. و همینطور خبر دادن که یک هواپیما آخوند رو فرستادن به اونجا برای که با مردم صحبت بکنه. همینطور که میبینید از داخل ماشین فیلم گرفتن، این اتوبوس هایی که ماشین هایی که داره مرتب پشت سر هم دیگه میره، ماشین های ضد شورشه که دولت داره میفرسته در اونجا به جای اینکه کمک بفرسته، چادر بفرسته اینا. به هر حال خوشبختانه که البته امیدوارم این واقعه اتفاق نیفته، در زمانی داریم زندگی میکنیم که به مردم نمیشه دروغ گفت. یعنی مردم همه یه خبرنگار هستن، همه یک روزنامه نگار هستن و میتونن. آقای دکتر نوری علای عزیز، در این مطلبی که عنوان کردیم اگر مطلبی دارید با کمال میل میشنویم. من فقط خواستم یادآوری کنم که ما پیش از انقلاب یه اصطلاحی بینمون رایج شد و یه عده میگفتن که اینها بساز و بفروشن، یعنی اینکه اینها نه به کد کار دارن نه به عاقبت ساختمونی که میسازن کار دارن، فعلا این یه چیزی رو سرهم میکنن و اینو میفروشن و بعد هر بلای سر خریدار آمد آمد. اما بعد از انقلاب ما در واقع حکومت بساز و بفروش رو صاحب شده ایم. یعنی این حکومت هیچ کار اساسی نمی کنه، فقط به طور روزمره یک کارهایی رو برای منافع خودش انجام میده و عواقبش رو هم مردم باید تحمل بکنن. بنابراین می شود گفتش که تمام این نمونه های خانه‌سازی و غیره ای که این حکومت برای مردم ایجاد کرده، نمونه های بارز و مادی اون منتالیته یا تفکر بساز و بفروشیه که این حکومت رایج کرده است در مملکت ما. ممنونم. اجازه بدین که من ضمن این که یک بار دیگه به ارتش ملی ایران، بر بچه ها، جوانان، مردان و زنانی که صادقانه رفتن به کمک زلزله زدگان، به ویژه ارتشی ها، درود بفرستم. و این موضوع رو اجازه بدید که یک ویدیویی رو که هممون دیدیم، شاید بارها دیدیم، که یک آخوندی کوتاهه در مورد زلزله صحبت میکنه. من فکر میکنم صدها بار باید این رو ببینیم و تفکر آخوندیزم رو در مورد یک واقعه طبیعی که برای مردم اتفاق افتاده باش آشنا بشیم. خواهش میکنم با هم نگاه کنیم. واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم. اینا امتحانهای الهیه و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن، به امید کمک دولت و دیگران نباشن. خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم. و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. میدونید یکی از سوره های قرآن به نام زلزاله. این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست، ولی مهمترین موضوع زلزله قیامتی که انشالله هشدارهایی است که ما خودمون رو آماده کنیم برای اون زلزله بزرگ و خودمون رو بسازیم که انشالله اونجا برامون خطری تهدید نکنه. انشالله. خیلی خوبه. بله، خیلی جالب است که به جای توضیحات علمی در مورد زلزله و آموزش مردم که چرا زلزله اتفاق میفته، متوسل میشن به خرافات و میخوان به یک نوعی مردم رو بیشتر تابع حکومت بکنند. و شما میتونید نتیجه بگیرید که حکومتی که اینگونه داره کشورداری میکنه، مردم چه سرنوشتی خواهند داشت، چه زندگی خواهند داشت. خب اگر این آقا واقعا معتقد هست، گناه اون بخش از کشور ما و عراق که در این زلزله خسارت دیدن، تلفات دیدن، کشته شدند، چه ارتباطی با گناهانی که دیگران مثلا کردن؟ احتمالاً البته
یا مثلا به این آقا میشه گفت که در اروپا که نه چادر و حجابی که شما بهش معتقد هستین وجود داره، نه عرق‌خوری که شما مثلا شراب‌خوری که شما مانع هستید اونجا وجود داره، اونجا این اتفاقات چرا نمیفته؟ چرا در مملکت ما؟ و نمیاد بگی در این منطقه از کره زمین زلزله خیز هست، ایران، ارمنستان، پاکستان، این منطقه چندین بار تا به حال در سالهای گذشته زلزله اتفاق افتاده و هیچ ارتباطی با این صحبت واقعا نداره. این تبلیغ خرافات، پخش خرافات باعث میشه که مردم نسبت به حکومت، نسبت به آخوند بدبینتر و بدبینتر بشن. این آقا تصور میکنه که با این صحبتهایی کرده مردم رو قانع کرده که خب دیگه از این به بعد مرتکب خطایی نشن که زلزله اتفاق نیفته، در حالی که میبینیم بزرگترین اختلاس ها و فساد در درون خود حکومت است. امیدوارم اون زلزله بزرگ در حکومت اتفاق بیفته. برای اینکه یک آقای دکتر نوری علا در مورد این آخوند و صحبت هایی که کرد نظر شما رو میخوام بدونم. من همیشه گفتم که دوران ما و این حکومت جمهوری اسلامی، ببخشید من چون نمایشی هستم، کامدی تراژدیه، یعنی یک نوع کامدی تراژدیه. در بسیاری از مواقع از حرفای این آخوندها خندمون میگیره، ولی واقعا گریه آوره که در یک فاجعه‌ای که در مملکت اتفاق افتاده و صدها نفر جانشون را از دست دادن، هنوز بسیاری از مردم زیر آوار هستند و در این سرما، در اون منطقه چادر و پتو و خوراک و آب آشامیدنی ندارن، یک آخوندی بیاد جلوی دوربین این اراجیف رو بیاد بگه، به جای اینکه مردم رو راهنمایی کنه و مردم رو تحریک کنه، مردم رو ببینم بهشون بگه به کمک بکنن یا از حکومت بخواد که کمک بیشتری بکنه، میاد این حرفا رو میزنه. دکتر عزیز نظر شما چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که باید استقبال کرد از این مسئله، برای اینکه هر چقدر که اینها بیشتر بیان بیرون و فکرها و عقاید خودشون رو در به خصوص در چنین مواقعی که مردم به رأی العین میبینند که مشکلات مادیشون چه هست بیان بکنند، ذات خودشون رو روشن کردن و به مردم گفتن. من همیشه فکر میکنم که بین اعتقادات دینی و اعتقادات مذهبی یک فاصله وجود داره. دین مربوط می شود به اینکه آدم معتقد باشه مثلا خدایی هست و عالم غیبی هست و اینها، و اینها مثلا جهان را آفریدند و غیره. این فرق داره با مسائلی که یک جانوری به نام آخوند پیدا میشه و میگه شما حرف خدا رو نمیفهمید، من باید براتون ترجمه کنم، و بعد میاد این خزعبلات رو میگه. در مواقع عادی ممکنه که طرف بشنوه، یه لبخندی هم بزنه یا حتی باور بکنه حرفها رو، ولی در این لحظات بحرانی وقتی که اینها میان بیرون و این گونه کثیف و خرافی و احمقانه به مسائل نگاه میکنند و مطرح میکنند، به نظر من ما در مسیری هستیم که روزگاری شر آخوند به صورت سنتی خودش و آنچه که امروزه باقی مونده به زودی از سر ملت ایران کنده خواهد شد و دیگر اینها نمیتونن منشأ فریبی باشن و مردم باور بکنن که اینها میتونن برای آینده اونها هم کاری انجام بدن. به نظر من اینها تیشه به ریشه خودشون میزنن، ما هم باید تشویق بکنیم، بهشون نصیحت نکنیم که آقا دست بردارید آبروتون میره، خواهش کنیم بیشتر بیان جلوی دوربین بشینن، بیشتر از این حرفا بزنن تا مردم هم بیشتر متوجه خباثت و حماقت ذاتی اینها بشن. نظر دیگه دارید شما؟ نه، من فکر میکنم که در حال نه، به جای اگر عقل و شعور درستی داشتند، به جای اینکه یک آخوند رو بیارن در مورد زلزله این توضیحات خرافی رو بده، دوتا متخصص می آوردن، دوتا عالم می آوردن که تخصصشون در این زمینه است، مطالعه کردن، علم می دونند، به مردم می گفتن دلایل زلزله چی هست و چگونه باید پیشگیری کرد، هم به دولت هم به مردم. و اگر بخواید در آینده، چون در حال این زلزله اتفاق خواهد افتاد و در خیلی از مواقع قابل پیش بینی نیست، ناگهان اتفاق میفته، به مردم بگن در این شرایط چه کار بکنن که تلفات نسبت به در حال اون اتفاقی که اتفاق میفته کمتر بشه.
من فکر میکنم حالا آقای دکتر رو الان میگن که بذارید این مزخرفات رو اینا بگن که بیشتر افشا بشن، ولی در حال شما بدونین که اینا چند میلیون نفر رو پا برهنه و پای پیاده روانه کربلا میکنن هر سال که اونجا برند و بخشی از این راه رو هم سینه‌خیز بکنن که دستشون بزنن به یک ساختمانی که میدونن سال مثلا در دهه های گذشته ساخته شده و هیچ ربطی به امام حسین و یا امام خمینی اصلا نداره، و یا آن طرفتر قبر پیغمبر یک مقبره خیلی معمولی، یک خاک معمولی هست، یا خلفای دیگر اسلام، و در شیعه است که این وضعیت پادشاهی و تلاش میکنن که برای امام ها حتی برای خمینی مقبره هایی درست بکنن که مردم نسبت اون مقبره احساس اصلا حقارت بکنن و برن اون رو ببوسن، دست بزنن و فکر بکنن از اینجا معجزه ای حاصل خواهد شد. در حال اینا دائما دارن این کارها رو میکنن و بخشی از جامعه رو فریب دادند و باز هم به نظرم فریب خواهند داد. اولا مقبره خمینی یکی از گرانترین مزارهایی است که برای کسی ساخته شده، و گاهی اوقات فکر میکنم که مندلا نشون میدن که مقبرش چجوریه، یا موجودی مثل گاندی که دنیا بهش افتخار میکنه در آتش سوخته، اما گاندی همیشه گاندی است، هیچ ارتباطی نداره که یک معجزه ای باشه یا جای باشه به علامته. بفرمید، خواهش میکنم. جناب کاردن، خواستم بگم که من یک کامپیوتر دیگه ای در کنار این کامپیوتر که باهاش صحبت میکنم دارم و بازه، میبینم از تمام دنیا دارن به من اطلاع میدن، میگن که این برنامه مرتب قطع و وصل میشه و یه کسی این رو به آقای کاردان بگه. گفتم من مقدم میشم و این رو به شما خدمتتون عرض کنم. الان از قسمت فنی خواهش میکنم که این من میدونم که این اختلاف در ماهواره روی آمریکا و اروپا و اینها نیست. اون چرا که ما الان مشکل داریم در ماهواره است که روی ایرانه و متاسفانه در بسیاری از نقاط ایران پارازیت میندازن روی تصاویر. اما با وجود این از اتاق کنترل خواهش میکنم که بیشتر مربوط به روی اینترنت ها، ربطی به ماهواره نداره. روی اینترنتی شما یه خود مشکل پیدا کرد. ممنونم از اینکه گفتن، ممنونم. و در این باره و اما موضوعی که آقای دکتر علمداری در موردش صحبت کردن همین چند روز پیش بود که 2.5 میلیون نفر راه افتادن به طرف کربلا برای 40مین روز شهادت حسین ابن علی و رفتن اونجا. قبل از اینکه اونها برن صدها نفر رو فرستادن رفتگر برای تمیز کردن اونجا از ایران و صدها آمبولانس رو فرستادن، و الان که باید آمبولانس هایی رو برای زلزله زدگان میفرستادن، تعداد زیادی از آمبولانس ها هنوز در خاک عراقه. من نمیدونم اگر کسانی که ایمان دارن، کسانی که مذهب دارن، کسانی که به هر حال امید دارن به معجزه، که من به امیدی به هیچ معجزه ای ندارم، واقعا وجدانشون راحته از این کارهایی رو که این جمهوری اسلامی میکنه، که الان که باید به داد مردم غرب کشور برسن و بعد آمبولانس ها در کربلا است و 2.5 میلیون نفر پای پیاده راه افتادن که هر کدامشون نزدیک بیش از 40 دلار پول دادن به سفارت، دلارم دادن. اجازه بدید من یه نکته اضافه بکنم. خب مشخص است که در ایران بخش بزرگی از جامعه معتقد است که اسلام یا دین این نیست که اینا دارن تبلیغ میکنن، اینا ابزاری است، اهرامی است برای اینکه مردم رو بفریبن، اینا در حکومت بمونن، در قدرت بمونن. ولی برای خود آخوندها و اون مذهبی هایی که میدونن دارن دروغ میگن، دارن حق بازی میکنن، دارن سر مردم رو کلاه میگذارن، یک فلسفه باز مذهبی وجود داره که توجیه میکنن و خودشون رو خلاص میکنه، و اون این است که این بارها در رساله ها اومده، در کتب دینی تکرار شده، که افراد میتونن با صدقه دادن، با نماز خوندن، با مسجد ساختن و کارهای از این قبیل گناهاشون رو پاک بکنن. بنابراین یه آخوند با این تفکر، شما نگاه کنید حرفی که این آخوند میزد، اینم بخش از تفکر این آقا میتونه باشه،
که بیاد بگه خب من هر چقدر دروغ بگم، هر چقدر حقبازی بکنم، با صدقه دادن، با خیرات دادن، با نماز شب خواندن، با زیارت رفتن میتونم همین ها رو خونسا بکنم. و این هم جزء سنت های اسلامی است که شما میدونید در بعضی از کتب ها، کتب اسلامی و کتبی که سنت ها رو، سنت های پیغمبر رو نقل کردن که بیشترش هم نادرست هست، ساختگی هست، میان اعلام میکنن که شما میتونید با مثلا نماز شب خواندن یا فلان دعا رو خوندن گناهاتون رو پاک بکنید و برای خودتون در آینده در بهشت جا باز بکنید. با این نوع تفکر اینا خودشون خلاص میکنن و این واقعیتی است که از بالاترین بخش دم دستگاه روحانی تا پایین ترین این رو دائما در مساجد، در روزخانی ها، در منابر تبلیغ میکنن و مردم باور میکنن. این همین واقعه رو یا فاجعه رو شما در کلیسای قرون وسطا میدیدید که اونها میبودن بهشت رو میفروختن به مردم، سند بهشون میدادن که از مردم پول میگرفتن که بخشی از بهشت رو بهتون فروختیم، ضمانت داره که شما هر کاری بکنی باز میری بهشت بخواد، این سند داره. همین کار رو اخوندا دارن در ایران انجام میدن. در تایید مطالبی که شما فرمودید من یادم آمد که در جوانی ما یک همسایه داشتیم که بسیار مؤمن بود و این همسایه سه تا چوب داشت، بهش میگو چوب خط، که این سه تا چوب یکیش مال کربلا بود، یکیش مال مشهد بود، یکیش مال مکه بود، که هر بار که رفته بود یک خراشی به این چوب میدادن که این بفهمه چند دفعه رفته. و این آمده بود منزل ما، برای من و پدرم تعریف کرد که من رفته بودم کربلا و چند تا آیت الله نامه گرفتم که من بیگناهم و یک کفن خریدم و این نامه ها رو تو کفن گذاشتم و که وقتی که من فوت میکنم، وقتی که میان بالای سرم، بالای مرده میان، من نمیدونم، نامه ها رو میخونن بفهمن که من بیگناهم. من اون موقع سن کمی داشتم و بعد از اینکه این آقای مؤمن از خانه ما رفت به پدرم گفتم این کار یعنی چی؟ گفتش که پرویز میدونی که فرق عاقل و دیوانه چیه؟ گفتم آره. گفت این جزء اون گروهه و خودتو ناراحت نکن. خب ببینید من باز یه نکته اضافه بکنم وقتتون نگیرم. همین کسایی که سینه خیز میرن یا پا برهنه میرن یا پای پیاده میرن به طرف کربلا احساس گناه میکنند. حالا ممکن گناه هم نکرده باشه، ممکن کرده باشه، ولی بهش تفهیم کردن که تو اگر این کار بکنی گناهت پاک میشه و حاضر است بر این کار بکنه و یک بار نه دو بار نه چندین بار میره و خودش رو در حال به روی زمین میکشه که هر چقدر بیشتر گناهاش پاک بشه. خب این خرافات رو به نظرم باید در جامعه پاک کرد. اجازه نه درست است که اینا افشا خواهند شد، ولی بخشی از جامعه در حال اینها رو میپذیره و انجام میده. متاسفانه. خب آقای دکتر نوری علای عزیز، اولا به ما خبر دادن که اون مشکل اینترنت خرد شد. همه نوشتن برای من که حل شد. بله حل شده و ممنونم از تذکری که دادیم و شما همیشه با ما همراهین و این همراهیتون رو بهش احترام میگذارم و بله مشکل حل شد. چیز خیلی کوتاه بوده یک مدتی از طریق اینترنت. خب من چون باید با شما صحبت مفصلی داشته باشم و همینطور با آقای دکتر علمداری در مورد نکته‌ای که هنوز برای بسیاری از مردم روشن نیست، یه چیزی به نام سکولار و سکولار دموکراسی که مرتب همه دارم تو برنامه ها تکرار میکنن و خیلی ها هنوز به درستی نمیدونن. و این آقای نوری علای ما مدتی پیش در آلمان جلساتی داشتن که این تشکیلاتشون بوده و من حرفای بسیار در این مورد شنیدم. خب اولا من میخوام خواهش میکنم اگر نظر دیگه ای دارید آقای نوری علا در مورد همین کربلا و سفر و غیره و غیره بفرمایید، ما بعدش بریم پیام های بازرگانیمون نگاه بکنیم، قسمت دوم برنامه رو بیایم به سراغ شما و ببینیم تکلیف بالاخره سکولار دموکراتیک و این حرفایی که شما ها میزنین چی هست. بسری داریم بفرمایید. چشم. من عرض کنم فقط یک نکته رو فکر کردم بد نیست که در این مورد اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر علمداری. آقای دکتر علمداری خب آدمی هستن که با روانشناسی شروع کردند و به جامعه شناسی رسیدن و میتونن احوالات یک آدمی رو که در معرض یک سیستم آموزش و پرورش خرافاتی زده هست رو بیان بکنن، درک بکنن. من میخوام این قضیه رو بیشتر بکشونمش به این صورت که اساساً مذهب و آخوند
بیشتر استفاده خودش رو از بیچارگی و استیصال مردمان میگیره. بنابراین اساساً این حکومت قصدش اینه که این مردم رو فقیر و بیچاره نگه داره و چون اینها دسترسی به عرض کنم که تأمین مادی زندگی خودشون و مشکلات خودشون ندارن، باید این راهنمایی‌ها رو بپذیرن، برن خودشون با زنجیر به ذریع ببندن، نمیدونم سینه خیز رو زمین را برن و این حرفا. یک آدمی که از رفاه اجتماعی برخوردار باشه و حکومت طوری مملکت رو اداره بکنه که این استیصال و بیچارگی عقب زده بشه، خب کمتر به این مسائل میپردازه. بنابراین به نظر من اشاعه فقر و بیچارگی و استیصال و استقبال از مصائبی مثل زلزله در حکومت اسلامی جنبه عمدی و آشکار داره. ممنونم از لطف و محبتتون. با اجازه مهمانان عزیزمون، ما باید چند پیام بازرگانی داریم، با هم دیگه نگاه میکنیم و برمیگردیم. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. بعد از چند دقیقه باز در خدمتتون هستیم، با ما باشید. با درود مجدد و تشکر از شما که به این برنامه توجه میکنید. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میفرمایید و دو مهمان گرامی دارم، یکی در خود استودیو، یکی از طریق اسکایپ، آقای دکتر کاظم علمداری و آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا که محبت کردن با ما هستید. آقای علمداری عزیز، مدتی پیش این آقای نوری‌علا ما که من باهاشون صحبت می‌کردم گفتن که اولا ایشون یک حزب دارن و میخوام بیشتر از خودشون بشنویم و من گاهی اوقات خودم رو یک جوری ساده نگاه می‌کنم و که خود افراد توضیح بدن و بیان که من، مگر من اطلاع کافی راجع به تشکیلات که چه عرض کنم کارهای آقای نوری‌علا دارم و میخونم مقالاتشون، میخونم مقالات همه رو میخونم. من به همه عقاید احترام میگذارم تا زمانی که مزاحم کسی نشه. یه موقع توی برنامه اجرا میکردم گفتم من به همه مذاهب احترام میگذارم تا موقعی که مزاحم نباشن. من نمیتونم به داعش احترام بگذارم، من نمیتونم به کسانی که خون مردم رو میریزن احترام بگذارم. به هر حال من احترام دارم. ایشان جلسه داشتن در آلمان که در این جلسه که تعداد زیادی از نقاط مختلف به اونجا رفتن. شما هم رفتید؟ من دعوت کرده بودم ولی برنامه‌م جور نشد. من همون زمان کوبا بودم. در کوبا بودید؟ بله. خب پس یه برنامه ویژه راجع به کوبا باید بگذاریم. بله، براشون هم نوشتم که متاسفانه من نمیتونم خدمتتون باشم به خاطر اینکه در یه سفر دیگری خواهم بود. اونجا یک کنفرانس سوسیولوژیست‌ها بود، در اونجا رفته بودم برای یک هفته، همزمان شده بود با برنامه اینا. خب آقای دکتر نوری علای عزیز، به من بگید که این جلسه‌ای که شما داشتید که خیلی ها یه اصطلاح قدیمی میگن پشت سرش حرف میزنن، من کسی حق نداره پشت سر کسی حرف بزنه، ولی این روزها با وسایل ارتباط جمعی باید جلوی همه حرف بزنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم. بیت میکنم، به هر حال این جلسه چگونه بود و هدفش چه بود؟ بله، عرض کنم که خب میگن که پشت سر مرده نباید حرف زد، پشت سر زنده عیبی نداره حرف زد. ما خوشبختانه چون با نیروی جوانی که به ما پیوسته زنده تر از همیشه هستیم، هیچ مانعی نداره که هرچی دلشون میخواد در این مورد بگن. پرسش شما رو من اینطوری میفهمم که من از خیلی امر مقدماتی شروع کنم. میگن که تیمم باطل است آنجا که آب است. وقتی که آقای دکتر علمداری تشریف دارند در مورد مفاهیم جامعه شناسی و سیاسی، زیاد من نمیتونم میدون بگیرم، ولی
عرض من این استش که ما اندیشه ای که این حرکت ما رو به راه انداخت آن زمانی آغاز شد که ما به این فکر افتادیم که هر چیزی رو شما وقتی که بخواهید بردارید از سر راهتون باید یک بدیلی داشته باشید و در مقابلش ارائه بدید و الا اون وضعیت که هست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و از این طریق بود که به اندیشه ساختن آلترناتیوی در مقابل حکومت اسلامی رسید و فکر کردیم که اگر که این آلترناتیو شکل نگیره و قوی نشه و اعتماد مردم رو جلب نکنه خب این حکومت اسلامی سر جای خودش هست و مردم هم خواهند گفتش که حالا گیرم که ما آمدیم بیرون و اقدام کردیم و شورش کردیم و همین حرفا این حکومت هم انداختیم. خب بعدش چی میشه؟ یک بار در سال 57 دیدیم که یک حکومت مدرن امروزی رو سرنگون کردیم به جاش چنین نکبتی آمد. حالا چی میخواد بشه؟ به خصوص که انواع خطرها هم جامعه ما رو به پاره پاره شدن تهدید میکنه. در نتیجه فکر کردیم که این آلترناتیو رو باید یه جوری به وجود آورد و اگر که جان و انرژی داریم بیشتر بگذاریم روی این قضیه. آلترناتیو یعنی که یک چیزی که ضد اونه و تمام صفات اون رو برعکس رو داره. بنابراین چیزی فکر کردیم که حکومت اسلامی دو تا صفت برجسته داره. یکی اینکه حکومت مذهبیه، یعنی که بخشی جامعه ما معتقد به یک مذهب خاصی، اینها آمدن حکومت رو در دست گرفتن و در نتیجه جامعه رو به خودی و ناخودی تقسیم کردن. بنابراین اول کار این است که باید یک حکومتی در ایران بیاید که به همه شهروندان ایران به یک چشم نگاه کنه و برای همه آنها یک حقوق رو قائل باشه و این رو در نام سکولاریسم میگیم. سکولاریسم یعنی که آخوند و حکومت شریعتش و توزیع المسائلش برود حکومت بیرون، کار خودشون رو بدن در مجالس و مساجد و نمیدونم حوزه های خودشون انجام بدن. حکومت متعلق به همه مردم، پاسخگوی به همه مردم و مدافع منافع همه مردم باشه. در این حال این حکومت یک حکومت استبدادی و تلیته تمامیت خواهه. بنابراین باید مقابلش حکومتی که میخواد جانشینی بشه باید دموکرات باشه. در نتیجه در مقابل مذهبی استبدادی بودن حکومت ما به این نتیجه رسیدیم که آلترناتیو این حکومت باید سکولار و دموکرات باشه و اقدامات خودمون رو الان در حدود احسالی هست که در این زمینه به انواع مختلف آغاز کردیم. شعارمون همیشه حافظ میگه که از هر کارانه تیف دعا کردم رها شاید از میانه یکی کارگر شود. اینه که ما انواع اقسام درها رو زدیم، راه‌ها رو رفتیم و فعلا هم در این مسیر حرکت میکنیم 5-6 ساله که بتوانیم علاوه بر این که گفتمان سکولار دموکراسی رو جا بندازیم در جامعه و به ملت بگوییم که اگر میخواید از شر حکومت اسلامی استبدادی خلاص بشید باید برید دنبال یک حکومت سکولار یا مردمی زمینی اینجایی و دموکرات. و برای اینکه بتونیم مقدمات یک انسجامی رو بین نیروهای سکولار دموکرات ایجاد و برقرار کنیم آمدیم فکر کردیم که وزارت جاتی که داریم و امکاناتی که داریم میتونیم سالی یک مرتبه در یک جایی از دنیا یک هتلی سالونی رو بگیریم و از کسانی که خودشون رو با سکولار دموکراسی تعریف میکنن دعوت کنیم که خودشون رو به خرج خودشون، بلیتشون رو خودشون بخرن، هتلشون رو خودشون بگیرن، برنشم اونجا با هم صحبت کنیم. شاید در این هم صحبتی ها به همدلی ها و همراهی ها هم رسیدیم و رسیدیم که به اون آرزوی همیشگی ما که ایجاد یک آلترناتیو سکولار هست هم برسیم. این تمام تلاش ما رو در همین چند جمله من میتونم بسید. ممنونم.
اجازه بدید که اولا راجع به مطالبی که آقای دکتر گفتن شما نظری ندارید. چرا، من میخوام نکاتی اضافه بکنم. بفرم. فرصتی هست؟ تمنا میکنم. بله، و بعد من خوشحال هستم که دوست آقای دکتر نورعلا و دوستانشون کلمه دموکراسی رو پشت سر سکولاریسم یا سکولاریزاسیون آوردن، چون خیلی از کشورها سکولاریزاسیون به معنای جدایی نهاد دین از نهاد سیاست دولت است، اینکه دولت در دین دخالت نکنه، دینی هم در دولت دخالت نکنن، هر کس کار خودش رو بکنه. و خب میتونه این اتفاق بیفته مثل کشور عراق و سوریه و یه کشورهای دیکتاتوری دیگری که دموکراسی ندارن ولی مذهب و دولت از هم دیگه جدا هستن. خب خوب است که این دوستان کلمه دموکراسی رو پشت سر این در آوردن و نشون دادن که این تفاوت داره، که ما صرفا به جدایی دین از دولت اکتفا نمی کنیم بلکه به اون جدایی پیوند می زنیم که دموکراسی هم توش وجود داشته باشه و این خیلی مثبت است. یه تجربه دیگری هم من خدمتون بگم که در اروپا در قرن 17 و 18 کاتولیک ها و پروتستان ها به مدت یک قرن همدیگر میکشتند بر سر قدرت و ثروت و هر کدوم میخواستن شیعه و سنی کردن. بله بله، و هر کدوم میخواستن ثابت بکنن که اونها درست میگن، اونها حرف مسیح رو بهتر فهمیدن، در این بهانه است برای اینکه اون ثروت رو در اختیارشون داشته باشن، قدرت رو در اختیارشون داشته باشن. در این میان سرمایه‌داری و سکولاریزاسیون به داد اینها رسید و باعث شد اینها رو هول بده درون کلیسا و نگذاره در دستگاه قضایی، در اقتصاد و در سیاست دخالت بکنن، و این باعث نجات مذهب شد. امروز شما در جهان غرب نگاه میکنید میبینید مذهب ضعیف نیست، اما در زندگی مردم میگه دخالت نمیکنه، واگذار کرده به مردم. یک نفر میتونه یک روز مسیحی باشه، روز پروتستان باشه، روز بعد بودایی باشه، روز سوم مسلمان باشه، روز چهارم هیچ دینی اصلا نداشته باشه. این اختیار در حیطه زندگی مردم رعایت شده. در ایران در گذشته به صورت قرون وسطا و ادامه، البته قرون وسطا این مسئله ادامه پیدا کرده بود، در دنیای غرب این مصیبت وجود داشت. امروز در جوامعی مثل ایران این مصیبت وجود داره و جدا کردن این دو پدیده یک کار اساسی بنیادین است که باید اتفاق بیفته. اگر اتفاق نیفته همواره همین دم دستگاه شبکه های روحانیت که مثلا به غلط روحانی گفته میشه، فقها اینها میخوان در همه امور زندگی مردم، حتی اتاق خواب های مردم هم دخالت بکنن. و این است که من فکر میکنم که سکولاریزاسیون یعنی جدایی دین از دولت یک امر اساسی است و باید انجام بگیره، منتها با این صفت دموکراسی. ممنونم. خب آقای نوری علا، من میدونم که در این جلساتی که شما داشتید در آلمان صحبت‌هایی شده پشت سر جلسه، ببخشید می‌دونم پشت سر مرده صحبت می‌کنن، اما راجع به این صحبت‌های بسیار شده، بعضی‌ها به شما حمله کردن در برنامه‌های تلویزیونی، چه واقعی اتفاق افتاده که این سر و صداها به پا شده؟ عرض کنم من که پاسخگوی این پرسش نمیتونم باشم. اونایی که فکر می‌کنن که عاجل‌ترین کاری که باید بکنند فلج کردن ما، زدن ما، نمیدونم بی آبرو کردن ما هست، اونها باید پاسخ بدن که چه ریگی در کفششون دارن. ما که حرف بدی نمیزنیم، که ما میگیم حکومت اسلامی رو باید برداریم و یک حکومت سکولار دموکرات رو جانشینش بکنیم. هرگز هم نگفتیم که بیایید مثلا ما رو رئیس بکنید، ما مطامع نمیدونم قدرت طلبانه و ثروت خواهانه ای داریم. ما همیشه گفتیم که ما یک عده تدارکچی هستیم، میریم سالن میگیریم، صندلی میذاریم، شما بیاین بشینین و با هم دیگه به یک جایی بکشیم. بنابراین کسانی که میان واقعا در مقابل محکمه مردم باید پاسخ بدن که این همه خشم و غضبی که نشون میدن نسبت به کاری که داریم میکنیم از چه ناحیه‌ای میاد؟ مگر ما چه گناه کبیره‌ای رو کردیم که این گونه با هم عمل میکنه؟ همین تلویزیون اندیشه شما هفته پیش آقای فروزنده نمیدونم از کدوم سوراخی دو نفر رو پیدا کرده بود آورده بود و به عنوان اندیشمندان سیاسی و غیره نشونده بود جلوی دوربین، و من همین دو داشتم فکر میکردم که
علاوه بر اینکه اینها میگویند که مثلا نوری علا چنین است و چنان است یا این جریان سکولار دموکراسی غلط است و خلاف منافع ملی و اینا هست، خودشون تو چنته چی دارن ارائه بدن، چی کار دارن میکنن، آیا ما کجا کار اونها رو به بنبست کشوندیم و به فلج کشوندیم؟ به نظر من خب یه آدمایی هستن که سرشناسن در حوزه سیاسی، خودشون رو مرکز عالم سیاست میدونن، خودشون رو رئیس جمهوری های آینده ایران میدونن، خب اونا بیان به ما حمله بکنن که میکنن. مثلا در همین تلویزیون پارس هم دیدم که آقای نصر اصفهانی آدود همین گفتش که این نوری علا میخواهد قدرت رو فقط در چنگ خودش بگیرد. من میگم آقا این قدرت همش متعلق به شما، شما بیاید یک کاری بکنید این حکومت بیفته. اگر که از ما صدایی شنیدید و طلب قدرتی رو شنیدید اون وقت این حمله بکنید. به نظر اینها یا نادانند یا عرض کنم که مغرض هستند و یا که به دلیل نمیخوان اساسا حکومت اسلامی از بین بره و به صور مختلفی کوشندگان مبارزه با حکومت اسلامی میخوان عرض کنم که بیابرو بکنند. مثلا یک نفر میشه نیم ساعت من میبینم توی برنامه تلویزیونی راجع به مقاله که بنده 40 سال پیش وقتی در لندن دانشجو بودم در مورد جریانات انقلاب 57 نوشته بودم رو، این رو میگه از بین بسم الله تا تیت عمدشون میکنه ثابت کنه این نوریالای بعد از 40 سال که روبروی شما نشسته این دروغگوست و میخواد سر شما رو کلا بذاره و معلوم است اصلا این کلاهی که دست من هست چی هست که من میخوام مردم رو فریب بدم و کلاه رو سرشون بذارم. من میگم که ما مردم میلیون ها آدم ایرانی چمدونمون رو برداشتیم از مرز خارج شدیم برای اینکه تحمل حکومت اسلامی رو نداشتیم و ما میتونیم دو دسته تقسیم بشیم، یه عده‌مون عین خیالمون نباشه که در ایران چه میگذره و حکومت اسلامی چه برای مردم میاره، یه عده‌مون فکر میکنیم که این بقیت و سیف عمرمون رو صرف کنیم که شاید در این سال امن و عرض کنه جهان آزادی که زندگی میکنیم میتونیم وسائلی فراهم بکنیم، راههایی به وجود بیاریم که منجر به فروپاشی حکومت بشه. ما جز این هدف دیگه نداریم، ولی حال همونطور که عرض کردم شما حق این است که از این مخالف ما بپرسید که مسئله چیه، ما چی کار بکنیم، شما دست از مخالفت برمیدارید. اجازه بدیم من چون تلفن ها رو هم گذاشتیم یک مدتی است یکی از دوستانمون روی خطن باشون صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید جناب کاردان، بسیار پوزش میخوام. من موفق نشدم که برنامه شما رو ببینم به صورت لایو، با تاخیر الان دارم میبینم. من میسان بختیاری هستم، البته این نام سیاسی هست که من استفاده میکنم، نام واقعی من بهنام امینی هست، از سادین جنبش دانشجویی هستم و اخیرم به امریکا آمدم. خدمت شما و جناب نوریالا درود میگم. متاسفانه اتفاقی که افتاده این هستش که ما باید آقای نوریالا رو به صورت اتفاقی در برنامه لایو پیدا بکنیم و ایشون حاضر نیستن که به منتقدین خودشون پاسخ بدم، چه در فیسبوک که پیام براشون میذاریم و چه به صورت پیام های شفاهی که برای دوستان ایشون از جمله آقای اعتمادی میفرستیم. صدای من هست قربان؟ بله بله، صداتون داره پخش میشه. بفرمید، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که اندیشه مایستانی که ایشون مطرح کردن، بنده از ایشون سوال کردم که این فکر و ایده رو از کجا آورید، بیش از یک هفته است که به من پاسخ ندادن. دوستانی که در لس آنجلس هستند، در شورای ملی هستند، در جریانات حتی جبهه ملی هستند، اینها به خوبی آگاهی دارند که فلسفه مطرح کردن اندیشه مایستانیسم یا برپایی انجمن مایستان ایران رو نخستین بار ما مطرح کردیم در ایران و این فعالیت رو آغاز کردیم، یک کار پژوهشی روش انجام دادیم برای نخستین بار در ایران. همه این مسائل قابل ارائه هستش. در شورای ملی همین موضوع رو مطرح کردیم. گروه و سازمانی تشکیل شده، از چندین سال پیش در این رابطه داره فعالیت میکنه و همه این اطلاعات قابل ارائه و استناد است.
منتهای مراتب جناب نوری‌علا یه مقدار کم‌لطفی فرمودن و اومدن این موضوع رو به نام سکولار دموکراسی مطرح کردن، در صورتی که فقط یک نام رو گرفتن و در داخل این نام هیچ محتوای دیگه نیست، در صورتی که در طرح اولیه یک پژوهش 600 صفحه‌ای هست شامل یک ساختار گذار به دولت موقت، بازسازی انجمن مجلسان ایران و تشکیل اون در من میخوام از حضورتون خواهش بکنم که کوتاه بفرمایید، چون من چند تلفن از ایران دارم و از آقای نوری‌علا خواهش میکنم به شما جواب بدن، خود منم مطلبی هست، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم، برای که وقت برنامه ما 12 دقیقه بیشتر نیست. این هستش که من از آقای نوری‌علا دو نکته رو فعلا میپرسم، ولی اجازه میخوام ایشون رو دعوت میکنم به یک مناظره تلویزیونی در این باب. نخست این که جناب نوری‌علا بفرمایید که اصلا ساختار مجلسان چیست، از کجا آمده و شما چطور این رو تونستید کشف کنید و بیارید، و دو با توجه به اینکه جناب عالی آگاهی دارید یک گروه پیش از شما از سالها قبل در درون ایران این اندیشه رو مطرح کرده، حتی خود شخص من به عنوان فرد سیاسی در ایران بازداشت شدم بابت این قضیه، بازجویی پس دادم. اوکی اجازه بفرمایید که من صحبتاتون رو معذرت می‌خوام. اجازه بدید همین 30 ثانیه. چطور شما آقای نوری‌علا اجازه میدید که این اندیشه رو بگید و یک گروه دیگه رو محو کنید به جهت اینکه شما چیتر سیاسی دارید، به جهت اینکه میکروفون دستتون هست. ممنونم ازتون. اجازه بفرمایید که آقای نوری‌علا من اجازه بدین یه خط از ایران دارم جواب بدم و بعد موضوع رو دنبال میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو بفرمایید، خواهش میکنم، صداتون داره پخش میشه. الو سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مرسی، وقت شما بخیر باشه. از اینکه دوباره تونستم یک بار دیگه سوالات بپرسم، تو برنامه شرکت کنم و این آزادی رو به دست آوردم توی ایرانی که سر تا پا زندان شده، سر تا پا خوف و وحشت و به قول خودمون این چیا رو درست کرده بودن. آیه فرضی کاردان، من خود من شخصا یکی از کسایی بودم که در داخل جمهوری اسلامی ایران در داخل همین حکومت زندگی میکردم و بارهای بار رأی دادم و میدونم که این حکومت چه نوع ساختاری داره و چه جوری داره زندگی میکنه. تمام حرفایی که دارن میگن آیه کاردان بلا استثناء اشتباه و بلا استثناء دروغ و توهماتیه که خود ای آقایون خودشون زدن به توهمات و توهماتی باید به اسمشو بیگونه آورد. جناب آقای کاردان، تمام برنامه ریزی های نظام حدیب جمهوری اسلامی اینه که ملت ایران رو در دست خودش بگیره، ولی خوشبختانه یکی مثل من که الان صدایی شدن و بلند شدن و میگم که ای بسی یه پاس داد که تو مثل خود من روزی بلند شدی و پشت سر اینا انقلاب کردی و بلند شدی صدایی در آوردی از خودت و گفتی اینا درست هستن، ولی اینا نابکارتر از اون چیزی هستن که من تا حالا به چشم ندیدم. یعنی هر چی ازشون میگید جناب آقای کاردان کم گفتی. الان شما حساب کنید با این زلزله فجیعی که اومد و این غم بزرگ رو به ما تحمیل کرد و این کار خدا بود و این یه کاری بود که هیچ کس ازش نمیتونه گله‌گیری بکنه اینا، و این تماماً گناهایی که ما مرتکب شدیم که بر اثر این گناه ها داره به اون خداوند نشون میده که این نظام چه نظامیه که کفر و کفر بلا استثناست، و این رو من قبول نمی کنم و قبولم نمی کنم که دیگه داخل این وضعیت باقی بمونم. به عنوان یک آزادی خواه، به عنوان یک کسی که میخوام آزادی رو به دست بیارم، اگر شما هر موقع که پیامتون رو بدید که بگید شما چه روزی میایین بیرون، ما حاضر هستیم بیرون بیرون و بگویم در دست دو دهن یا بگویان. ممنونم از تلفنتون، بسیار ممنونم، قربون شما. اولا نکته جالبی که در صحبت‌های این دوست عزیز ما بود که از ایران تلفن کرده بودن، این که من جزو آدمی بودم که انقلاب کردم، پشت سر اینا ایستادم. و جالبه که بپذیریم که یک موقع اشتباه کردیم. اکثریت مردم بودند و امروز درسته اکثریت متوجه شدن که اشتباه کردند، این جریان فقها رو نمیشناختن، حکومت اسلامی ولایت فقیه رو نمیدونستن چی هست و در توهم وعده هایی که اینا داده بودن قرار گرفتن و هیجان انقلاب همه رو با خودش برد. بعد اندک اندک گروه های مختلف افراد مختلف متوجه شدن و فاصله گرفتن. طبیعی هست. ممنونم ازتون. قبل از اینکه آقای نوری‌علا عزیز به این دوستی که از تلفن کردن نمیدونم از کجا بودن پاسخی بدن، آقای نوری‌علا، آقای دکتر علمداری، اجازه بدید من یک درد دل کوتاه بکنم.
من به عنوان مسئول یک تلویزیون مقدار زیادی وقتم گرفته میشه از تلفن‌هایی که مردم میکنن که اون آقایی که در اون برنامه اینو گفت ما قبلا گفته بودیم، اون ایدئولوژی رو ما قبلا داشتیم و ما اون حزبی رو که میگن من اول در موردش فکر کردم و اینها، و من میگم که ببینید من نمیدونم چه کسی اول چه کاری رو انجام داده، اون چیزی که الان مطرحه به نظر من باید بهش احترام گذاشت و واقعا من نمیدونم مثلا سکولاریسم رو چه کسی اول بار عنوان کرده، اصلا برای من و فکر میکنم برای مردم مهم نیست چه کسی اول این کار رو کرده. مسابقه ورزشی که نیست که یک کسی ببخش اصلا واقعیت نیست که سکولاریزاسیون سکولاریسم و دموکراسی رو غربی ها اول بردن عمل کردن پیاده کردن، ما هم کم کم یاد گرفتیم، ما همون بیگانه بودیم نسبت به این مسئله. حالا ممکن است یک گروهی اسم خوش گذاشته باشه سکولار دموکراسی یا سکولار دموکراتیک، یک گروه بگه من قبلا به کار بردن، خب اینا نشنیدن، ولی این ترکیب این دو واژه که دو مفهوم اجتماعی هست و مفهوم سیاسی هست دو قرن قبل توسط غربی ها ارائه شده، ما هم یاد گرفتیم. خیلی از مسائل دیگر ما از اونا یاد گرفتیم، ممکن است شما زودتر یاد گرفته باشید دیگران مثلا کمی دیرتر. ولی مهم یه نکته ما خواهم در حاشیه بگم که این فرهنگ، این هنجار فرهنگی ما مخرب هست و این است که ما حرف خودمون رو نمیزنیم که بگیم ما این رو میگیم درست داره میگیم و بیان با ما هم پیوند بشید، با ما هم داستان بشید، دنبال این هستیم که بگیم اون غلط میگه و همواره علیه دیگران تبلیغ بکنیم. من این فکر کنم که هنجار فرهنگی در جامعه ما مضر هست، سازنده نیست. که من بارها میبینم که کسانی تمام هم و کمشون میذارن که به دیگران حمله بکنن به جای اینکه البته نقد کردن درست است، هیچ حرفی هستن نیست، میگن مثلا انتقاد وارد است به این نظر، هیچ حرفی هستن نیست، بگن حرف خودشون بزنن و بگن به نظر ما این حرف درست است و مردم خودشون قضاوت بکنن و جلب این افراد بشن به جای اینکه سعی بکنن دیگران رو تخریب بکنن. خب قبل از اینکه به صحبت‌های آقای نوری‌علا گوش بکنیم من خیلی کوتاه یه نکته بگم که شاید نزدیک به شوخی باشه. یک آقایی که بسیار در مذهب مطالعه کرده بود به من گفت اولین کسی که سکولاریسم رو آورد یزید ابن معاویه بود و این یزید بود که گفت کاری به مذهب نداشته باشیم بیاد ما حکومت بکنیم و اینها. آقای نوری‌علا عزیز در خدمتتون هستیم و این دوستمون، ببخشید که ما هم توی این مسائل دخالت کردیم، به هر حال در خدمتتون هستیم و به صحبتاتون گوش میدیم و قبل از اینکه هم صحبت بکنید این دوست عزیز ما که زنگ زدن که من نمیشناسمشون، هر موقع که دوست دارن مطلبی دارن و دارن من در اختیارشون هستم. آقای نوری‌علا عزیز بفرمایید. بله ببینید مطلب انقدر گره‌گشاد شد که من نمیدونم به چیش باید پاسخ داد. این آقایی که به نام مستعار مهستان تلفن کرده بود به نظر من درک نمیکنه که ما یه اسم عام داریم یه اسم خاص داریم. مهستان یه کلمه عامیه، مثل بیمارستان، مثل دبستان، مثل دبیرستان. این که مثلا بیمارستان نمازی بیاد بگوید به بیمارستان لقمان دوله که آقا تو چرا اسم مؤسسه خودتو گوشتی بیمارستان، خب امر خنده‌داریه. ایشون یه چیزی رو در خیال خودش درست کرده به نام مهستان مثلا ایرانیان، ما هم در خیال خودمون رفتیم یه چیزی درست کردیم به نام مهستان سکولار دموکراسی. حالا ایشون آمده خیر ما رو گرفته که آقا تو چرا اسم تشکیلات رو گذاشتی مهستان و چرا نگفتی که من اول این فکر رو کردم. اولا اولین کسی که این فکر رو کرد در زمان اشکانیان بود که اسم مجلس شوراشون رو گذاشتن مهستان. بند خودم این مطلب رو حدود 10-12 سال پیش از آقای مهندس زعیم شنیدم در گفتگویی که برای نشریه سکولاریسم نو داشتیم. ایشون اشاره کرد به مسئله ایجاد یک مهستان که آدم ها بشینن راجع به مسائل مختلف صحبت بکنن. من روح هم از وجود این آقای مهستان بختیاری و کارهایی که کرده خبردار نبود. حالا اقرار میکنم که ایشان اول این فکر رو کردن، ولی این چه ربطی به کاری که ما داریم میکنیم؟ خب شما هم اگر که مهستان درست کردی، نمیدونم مردم رو میخوای جمع بکنی، حکومت اسلامی رو میخوای منقرض بکنی، آفرین بر شما باد، از دست من چه کاری برمیاد که براتون انجام بدم؟
ما یه در میخوایم دور هم دیگه جمع بکنیم با هم دیگه هم فکری بکنیم. اسم جمع خودمون رو گذاشتیم مهستان سکولار دموکراسی، یعنی یک اسم خاص عام رو خاص کردیم. شما هم گذاشتید مهستان ایرانیان، آفرین بر شما باد، از دست ما چه کاری برمیاد. ایشون صبح تا شب نشسته توی این فیسبوک و غیره همینطور تهدید میکنه که من افشاگری خواهم کرد، پدر شما رو در خواهم آورد. خب آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، ما حرف نداریم. حتی اگر که میگی که ما حق نداریم، برو از طریق قانونی جلوی ما رو بگیر که اسم مجلس خودمون رو نذاریم مهستان، خب بریم عوضش میکنیم. این جنجال ها فقط ناشی از بدخواهی یا بی اطلاعیه و من دیگه خسته شدم. فکر میکنم حیف تلویزیون شما و وقت شماست که این جونه این مسائل رو بذارید در اختیار یه آدمی که آدمایی که خودشون نمیفهمن چی دارن میگن. ممنونم از لطف و محبتتون. مهستان، شما ندارین مهستان خاصی رو آقای دکتر؟ نه، من فکر میکنم که اسم مهم نیست. شما که اسمی هم داشته باشید هیچ کس توجه نکنه یا کسی اصلا بها نده به اون. اسم دیگری باشه، عام باشه، به قول دکتر نوری‌علا اسم خاصی هم نباشه، هزارها نفر در اونجا جمع بشن و میتونه مثلا صفت دموکراسی برای خیلی از گروه‌های دیگر با اسامی مختلف به کار بره، صفت یا اسم سکولار دموکراسی و هم رو هم دیگه در واسه کسان دیگه مهمی نیست. مهم این است که آیا محتوایی که این تشکیلات، این نهاد، این نظام، این سازمان داره ارائه میده مورد پسند مردم قرار میگیره و مردم رو میپسندن و فکر میکنن درست است یا درست نیست. من فکر میکنم که یه مقدار باید صدر داشت، روی این نکات بسیار فرعی تکیه نکرد و همدیگر رو تخریب نکرد و یک نگاه مثبت و سازنده میتونه به همدیگه کمک بکنه که اگر آقایی یا کسی یا گروهی اشتباه به اشتباهن یک اسمی رو شما ثبت کردید، فکر میکنید امتیازی هم هست از این، مثلا چه میدونم یه برندی هست و این برند مردم این برند رو شناختن و به اون اعتبار میدن و شما از اون درآمدی کسب میکنید یا فکر میکنید مثلا اعتبار سیاسی کسب میکنید، خب اینا بحثی است که باید روشن بشه. ولی اگر یک کسی بگه من رو در گذشته به کار بردم، یه گروه دیگه هم نمیدونست اصلا اینم داره به کار میاره، اهمیت داستان سر چی است؟ آیا شما گروهی دارید هزار نفر هستن، صد نفر هستن، بیست نفر هستن که مدافع ایده ای هستن که با دیگران فرق میکنه، یا همون ایده رو شما میخوان یا با همون اسم یا اسم متفاوت دنبال بکنید؟ یه مقدار به نظر من اینا مسئله فرهنگی است و مشکلاتی است که ما در جامعه باهاش روبرو هستیم و به جای اینکه اون مشکلات پرداخت بپردازیم به همدیگه داریم میپردازیم. درسته، کاملا درسته. خودتون همه اشغال وقت ما بسیار کمه، من با یک خط صحبت میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. آقای کاردان عزیز و مهمان گرانقدر، حتی تو مهمان آقای علمداری و آقای نوری‌علا، من سوالی داشتم از آقای علمداری. آقای علمداری تو صحبتاش فرمودن که در سال 57 همه مردم اشتباه کردن، بعد در واقع یعنی کل مردم رو جمع بستن و جدی تو روشنفکر اشتباه کردن. در سال 57 جمعیت تهران 5 میلیون نبود، بعد تو خیابون هم 200,000 نفر هم نبودم که کنار یا شورش کرد یا انقلاب کردن. چرا همه مردم رو جمع میبندم؟ من سالم همینه. ممنونم از تلفنتون، خواهش میکنم. ما چکرم نفر، من یه نکته رو بگم برای که در اون سالها که من بلافاصله از ایران آمدم بیرون ولی جمعیت رو دیده بودم. اولا جمعیت وقتی که بیشتر از چند هزار نفر بشه قابل شمارش نیست و حدس زده میشه و مثلا یه دفعه خیام میگن 500,000 نفر اینجا، اصلا نمیدونن که 500,000 تا چقدره. بین 5,000 تا و مثلا 100,000 تا اشتباه میشه. یعنی اینطور نیست که کسی بتونه بشماره آدم ها رو وقتی که جمعیت زیاد میشه. ولی خب وقتی که همه باید ویزا بگیرن برن به عراق برای اربعین، میشه شمرد که 2.5 میلیون نفر، درست میگم، دارفا ویزا گرفتن رفتن به اونجا. اما وقتی که مثلا سینه زنی هست آدم نمیدونه چند نفر بوده. ولی در نکته این دوست عزیز قابل قبول هست. اگر من کلمه همه رو در مورد همه مدافع انقلاب به کار بردم اشتباه کردم. من فکر میکنم که اکثریت بزرگی از جامعه، اکثر خیلی بزرگی از جامعه
چشم بسته و دوچار هیجان شدن در انقلاب، از این انقلاب دفاع کردن و نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته. واقعیت است. بله، حرف ایشون هم قابل پسند است. خب آقای دکتر نوری علا، ما فقط 3 دقیقه دیگه وقت داریم و اگر پیام خاصی و صحبت خاصی رو در آخر برنامه دارید با کمال میل گوش میکنم. عرض کنم که خب حرف که بسیار هستش و آدم اصلا نمیدونه از کجا شروع کنه به کجا ختمش بکنه، ولی چون بلا مقدمه این آقا راجع به مهستان صحبت کردن، من باید توضیح بدم برای بینندگان این برنامه که امسال در 2 هفته پیش که در شهر کلن سکولار دموکرات های ایران دور هم دیگه جمع شده بودن، در پایانش کمیته‌ای که این کنگره ها رو برگزار میکنه به من مأموریت داد که برم پیشنهاد بکنم که ما بیاییم یه چیزی درست کنیم به نام مجلس شورای در تبعید، یا عرض کنم که پارلمان در تبعید، و اسمش هم بذاریم مهستان سکولار دموکرات ها در تبعید. بعدم رفتم اونجا پای عرض کنم که میکروفون و این مسئله رو گفتم و دوستانم کف زدن و موافقت کردن و الان هم ما یه دفتری باز کردیم، ایمیل بنده، نمیدونم ایمیل خود کنگره و همه اینا که روی اینترنت هست، مردم دارن میان و ثبت نام میکنن، میگن ما میخواییم که در این پارلمان یا در این مهستان شرکت داشته باشیم. یه 230 نفری هم تا به حال اعلام آمادگی کردن و همچنان ادامه داره. امیدوارم خود این آقای مهستان هم بیادش، مهستان خودشو بیاره با این اکیپ مهستان با همدیگه، اینکه ایشون میگن که 600 صفحه مطلب دارن و غیره، بیان ما رو راهنمایی بکنن که این کار رو چگونه و بهترش بکنیم و ما رو ببینیم چی میشه دیگه. ما یه فرصت 6 ماهه رو برای این کار گذاشتیم که ببینیم چه کسانی میخواهند به طور جدی ولی بدون اینکه عضو حزبی بشوند، تعهد حزبی پیدا کنند، در یک مجلس مشورتی شرکت کنند راجع به آینده. ممنونم آقای دکتر نوری علای عزیز، بسیار محبت کردین در برنامه بودم. امیدوارم در کاری که دارین و میخواین انجام بدین موفق باشین. هر کسی که یک پله بیاد بالا برای اینکه ما رو به دموکراسی و سکولاریسم نزدیک بکنیم، من براش احترام بسیار قائل هستم. از دوستانی که روی خط هستن، به ویژه از دوستی که قبلا آمده بودن و انتقاد داشتن از آقای نوری‌علا، عذرخواهی میکنم. در برنامه‌های دیگه هر موقع که بیان در خدمتشون هستم. آقای دکتر علمداری عزیز، ممنونم از شما که با مشغله فراوانی که دارید در دانشگاه درس میدید و کارهای متعددی که دارید محبت کردین به برنامه آمدید. خواهش میکنم. تشکر از لطفتون. تشکر از شما آقای نوری‌علای عزیز. امیدوارم در برنامه‌های دیگه شما رو ببینیم و وقتی که میایم با خبرهای خوب باشیم، صحبت از زلزله و آسیب و مصائب مختلف نباشه. گرچه خیال میکنم که مهمترین خبری رو که شاید همیشه داشته باشیم در آینده، که امیدوارم داشته باشیم، خبر آزادی میهن عزیزمون هست. با تشکر از شما آقای کاظم علمداری، با تشکر مجدد از شما آقای نوری‌علا، و با پوزش بسیار از دوستانی که روی خط هستن و نمیتونم باشون صحبت بکنم، و با درود به شما و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم، به امید دیدار.